سلام به کانال پارسی تیوی خوش اومدید. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خبری تلخ و ناگوار در مورد ناصر محمدخانی فوتبالیست و مربی پیشکسوت ایرانی. با ما همراه باشید. لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. ناصر محمد خانی متولد 1336 در شهر ری فوتبالیست ایشون فارغ و تحصیل لیسانس رشته تربیت بدنیه. از تیم راهن شروع کرد و با پرسپولیس درخشید اما خبر به قتل رسیدن همسرش و اعدام همسر دومش اون رو سالها درگیر پرونده جنجالی کرده بود ناصر محمدخانی توی یک خانواده با چهار برادر و یک خواهر در شهر ری بزرگ شد. اصالتا آذریه و اهل اطراف شهرستان میانه آذربایجان شرقیه. علاقش به فوتبال با حمایت معلم ورزشش از دبستان شروع شد تا اینکه در دبیرستان در سال 1353 وقتی که 16 سالش بود با تیم دست دوم صنعتی بهشهر به عنوان منتخب شهر وارد بازی شد. با قهرمانی تیم گروه صنعتی بهشهر و آقای گلی محمدخانی با 23 گل در سال 55 به راهن دعوت شد ولی به خاطر اینکه هنوز 18 سالش تموم نشده بود با پدرش قرار داد بستند اون برای اولین سال حضورش چهل هزار تومن دریافت کرده بود. از سال 55 تا 58 در تیم راه هم بازی کرد بعد از انقلاب از سال 58 تا 60 در تیم بانک ملی بازی کرد تا اینکه به دعوت علی پروین در سال 1360 به پرس پولیس پیوست ناصر محمد خانی در سال 1365 به تیم القطر پیوست و تا سال 68 توی این تیم بازی کرد و نهایتا دوباره به پرس پولیس برگشت و در سال 73 به فوتبال خود پایان داد از سال 68 تا 72 هم دو سال در تیم ملی بود که در 27 بازی 14 گل به ثمر رسوند این بازیکن موفقی که در دوران بازیکنی خود در قطر پول خوبی به دست آورده بود بعد از پایان عمر فوتبالش در تیم‌های پایه پرسپولیس مشغول مربیگری شد حالا هم علاوه بر مغازه مدیر یک مجموعه ورزشی هم هست اما ماجرای ازدواج های این پیشکسوت فوتبال ایرانی که ماجرای جنجالی بود و مدت زیادی تیتر اول رسانه ها و روزنامه های ایرانی بود. ناصر محمدخانی در سال 1369 یعنی وقتی که 33 سالش بود با همسر اولش یعنی لاله سهرخیزان ازدواج کرد که این خانم ساکن قطر بود. این دو در سال 1365 در یکی از اردوهای تیم ملی در قطر آشنا شده بودند. ثمره این زندگی هم دو پسر به نامهای علی و ارفانه. ناصر محمدخانی اما در سال 1376 در دوران مربیگریش و وقتی که چهل سالش بود با شهلا جاهد که اولین بار این خانم در سال 63 وقتی که 14 سالش بود به عنوان یک طرفدار دو آتیشه به دیدارش رفته بود وارد رابطه عاشقانه شد این ارتباط اما پنهانی و به خاطر عشق و علاقه زیاد شهلا به ایشون برقرار شد شهلا جاهد که متولد 20 اردیبهشت 1348 بود و در زمانی که به سیقه محمد خانی در اومد فقط 28 سالش بود. اون دیپلمه بود و دوره دیده بهیاری و پرستاری بود. اما اون روز جنجالی و خبرساز که 17 همه مهر 1381 بود که خبر قتل لاله سهرخیزان همسر اول ناصر محمد خانی بمب خبری شده بود. در جریان تحقیقات پلیس مزنون زنی به نام خدیجه جاهد معروف به شهلا دستگیر شد که مشخص شد همسر سیغهی ناصر محمد خانی بوده که چهار ساله با اون پنهانی زندگی میکنه. شهلا که در ابتدا کاملا منکر این جنایت میشد بعد از هر 8 ماه بازداشت طی ملاقات کوتاهی با ناصر محمدخانی در آگاهی درخواست دیدار با قاضی پرونده رو کرد و سپس انجام قتل رو گردن گرفت جاهد اعتراف کرد بعد از سفر ناصر محمدخانی به اردوی آلمان با استفاده از دست کلیدهای ناصر وارد خونه اون شده و در خواب به لاله حمله کرده و اون رو با ضربات چاقو به قتل رسونده اون سه جلسه بعد در دادگاه تمام اتهامات خودش رو انکار کرد و گفت اگر ده بار دیگه هم من رو به آگاهی بفرستید جا به قتل 200 نفر دیگه هم اعتراف میکنم از بس که من رو شکنجه کردن بعدا وکلای اون از شتاب زدگی دادگاه و مختومه شدن پرونده در چهار جلسه حرف زدن و از ایرادات پرونده به خصوص وجود تحسیگار در صحنه جرم و وجود نفر دوم برای قتل پرده برداشتن با این حال بعد از 8 سال و تایید 35 قاضی و تایید حکم اعدام توسط صادق آملی لاریجانی شهلا جاهد 6 صبح دهم ده آذر 1389 در زندان اعدام شد. شهلا جاهد که تا پایان عمرش حاضر به گفتن خیلی از حقایق در مورد زندگی خصوصیش با ناصر محمدخانی نشده بود تنها حرفی که قبل از اعدامش زده بود این بود که به ناصر گفتم تنها زمانی که اون بتونه رضایت از پدر و مادر لاله بگیره واقعیت رو آشکار میکنم اما در همون سال 1389 که شهلا جاهد اعدام شد ناصر محمدخانی دوباره زنی رو در باغ که گفته میشد از دوستان صمیمی شهلا جاهد بود سیغه کرد که بعد این سیغه رو چهار سال تمدید کرد و در نهایت در سال 95 جدا شدن اما در سال 1396 مجتبا محرمی بازیکن سابق پرسپولیس با انتشار عکس های عروسی ناصر محمدخانی 60 ساله مشخص کرد که اون برای چهار رومین بار با 38 ساله‌ای به نام سپیده ازدواج رسمی کرده و در 29 آذر 1397 هم این زوج صاحب پسری به نام والا رزا شدم. شدند بعدها در مورد اسم پسرش در مصاحبه ای گفت والا رزا یک اسم کاملا مذهبیه و به خاطر ارادت خاصی که خودم و همسرم به امام رضا داریم این اسم رو گذاشتیم در سال 98 هم ناصر محمدخانی با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان سینمایی خواستار توقف فیلم یادم تو را فراموش شد و گفت این فیلم اشاره مستقیمی به شخصیت و حوادث تراژیک زندگی من داره اما علی ادشانی کارگردان این فیلم این مسئله رو تکذیب کرد و اعلام کرد که این فیلم اصلا ربطی به داستان زندگی ایشون نداره حالا اما متاسفانه خبرها حاکی از بستری شدن آقای ناصر محمدخانی در بیمارستانه. این پیش تیم فوتبال پرسپولیس به علت آرزه قلبی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده. این بازیکن سابق تیم ملی و تیم پرسپولیس که مدتهای زیادی بود از ناراحتی ریوی رنج میبرد حالا اما دچار آرزه قلبی شده و برای طی کردن مراحل درمانی خودش در یکی از بیمارستانهای معروف تهران بستری شده. ایشون در روزهای گذشته در بخش آی بستری بود اما امروز با نظر پزشکان به بخش عمومی منتقل شده. بارزوی سلامتی برای این پیشکسوت فوتبال ایران ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.